درود میفرستم همه یه همیهنان گرامی، مبارزان در راه آزادی. یه مقدار منتظر میمونم دوستان به جمع ما بپیوندن، دوستان دعوت کنی. چند تا نکته هستش که باید با شما در میون بگذارم در این آستانه در واقع خیزش و رستاخیزی که وجود داره. در این وقت کوتاهی که الان دارم یه چند تا نکته رو با شما در میون بگذارم. ببینید، درود بر شما، درود به همه گرامیان. دوباره جامعه ایران تصمیم گرفته که بر بخیزه، تصمیم گرفته که حرکت ملی رو آغاز بکنه و ما در آستانه یک رستاخیز بزرگ ملی دیگه هستیم. البته اینم بگم جامعه ایران سال هاست که در یک شرایط انقلابی قرار داره. این شرایط انقلابی که ما توی دوره های متفاوت دیدیم، از چه میدونم خیزش های مردمی سال 67، سال 88، سال 94، 95، 96، 98 تا همین 1400 و 1401 به بهانه های متفاوت جامعه ایرانی اومده و در واقع تلاش کرده که به یک تغییر ژرفی دست پیدا کنه که خب ما نامش رو میتونیم انقلاب بگذاریم، یک تغییر بزرگ نهادی. البته ما بچه های ایرانگرا نام این تغییر بزرگ نهادین رو رستاخیز میگذارن، به خاطر اینکه در واقع یک هوشیاری هم در جامعه برای بازگشت به هویت خودش به وجود اومده. بنابراین ما در یک شرایط رستاخیز و یک رستاخیز ملی قرار داریم. بنابراین از تجربیات گذشته باید بهره ببریم. ما که نباید دوستان همش تجربه کنیم، که ما که جامعه که نباید همش تجربه کنه به امید اینکه این ارسالی ممکنه خوب از آب در بیاد، اون یکی که پشت دوربینه ممکنه خوب از آب در بیاد. نه عزیز من، ببینید یک پروژه هستش گرامیان از سوی مافیای جهانی و جمهوری اشغالگر اسلامی که این پروژه نمیخواد مردم ایران به پادشاهی به اصالتش برگرده، چون بازگشت به پادشاهی و اصالت ایرانی یک تحول بزرگی در منطقه صورت خواهد داد که به نفع مافیای جهانی نیست. اما مافیای جهانی دیگه کار از دستش در رفته، به خاطر اینکه جامعه ایران امروز اون خواست واقعی خودش رو میاد کف خیابون با فریاد جاویدشاه مطرح میکنه. و فراموش نکنیم که این مافیای جهانی با توجه به ابزارهای متفاوت تبلیغاتی که داره، با توجه به قدرت نفوذی که داره، با توجه به اینکه دست نشاندگان بسیار متفاوتی در حاکمیت‌های کشورهای متفاوت داره، اما در برابر خواست مردمی وقتی که اون آتش شعله ور بشه و اون خواست به قطعیت برسه دیگه نمیتونه کاری بکنه. این هم به شما بگم، اون تلاش میکنه پلانش رو عوض بکنه، دقت فرمودید. بنابراین این رو در نگر داشته باشی که براتون ناامیدی به وجود نیاره. این یه نکته که خیلی حائز اهمیته. ببینید گرامیان، ما که نباید همش تجربه کنیم، ما یک بار میبایست این تجربه ها بهره ببریم دیگه، دقت فرمودید. ضمن این که مردم یا جامعه ایران که آزمایشگاه نمیدونم انواع اقسام تئوری های سیاسی و اجتماعی نیستن که این پدر سوخت و هر که از راه میرسه نمیدونم یک تز و تئوری به در میکنه، اونم چه تز و تئوری های آبدوخیاری، اگه مثلا یه چیزی بود که یک ریشه و بنی داشت آدم دلش نمیسوخت. بنابراین نه ایران آزمایشگاه صحنه چه میدونم بازی های سیاسی کثیف جهانی هست، نه مردم ایرانی موش آزمایشگاهی هستن، دقت فرمودید. و یک تصمیمی در این جامعه گرفته شده در سر تا سرش، چه خارج چه داخل، من از اکثریت میهن پرست صحبت میکنم، از 4 تا اقلیت گوشگوب
ایران ستیز و چپ و مجاهد و کوفت و زهرمار صحبت نمی کنم. اینا رو رسانه ها برای شما گنده نشون میدن، شما فکر میکنید که مثلا کل جامعه این چنین میاندیشه. نه خیر، اینطوری نیستش. کل جامعه فریادش رو در پاسارگاد زد، ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست. کل جامعه فریادش رو در پاسارگاد زد، جاوید شاه. کل جامعه فریادش رو با رضا شاه روحت شاد، با ای شاه ایران برگرد به ایران، ما انقلاب کردیم، چه اشتباه کردیم، چین رضا پهلوی، کل جامعه داره فریادش رو میزنه. این جامعه هست، این مردم هستن، این خواست مردمی هست، نه این ارائه شمسی کوره هایی که شما در رسانه ها میبینید. حالا در آستانه چنین تحولی دوباره ما قرار داریم و من دارم میبینم واقعیت دوباره این ارو اورو شمسی کوره ها، این انگل ها، درود گرامی، این انگل ها از سوراخ هاشون، از اون لوله های تای چرکین فاضلابشون بیرون زدن و با در واقع چهره های چندش آور و بوی گند تعفنشون میخوان این فضای رستاخیز رو دوباره به بیراهه بکشن، دوباره به هم بزنن. کاری که ما در دوره‌های متفاوت انقلابی و رستاخیزی در همین شرایط ایران دیدیم دوستان، واسه همین نباید دیگه فریب بخوریم و همش هم نباید به امید این باشیم که آی مثلا این حزب ایران نوین، اون فرشگر، اون مشروطه دوزاری، این ارو ارو شمسی کوره ها قراره برای من و شما خوشبختی بیارن. نه، این چنین نیست. ببینید اهداف یکیه، اسامی و چهره ها عوض میشن. تا دیروز سال پیش مسیح علی نژاد و نمیدونم حامد اسماعیلیون و اون یارو کیه سوئدی آخوندی و نمیدونم این بشیر تاش و این ارو ارو شمسی کوره ها بودن، امروز نمیدونم کلاشی و اعتمادی و نمیدونم شیبانی و عبدالرضا احمدی و اینها هستن. دقت فرمودید دوستان؟ دقت کنید، ما قرار نیست همش فریب بخوریم، ما قرار نیست همش اینها برای ما مهره درست بکنن و ما به امید این که ایشالا گربه است در دهنمون رو ببندیم، هیچی نگیم، سکوت کنیم، به اسم اتحاد و به اسم ایشالا گربه است اینا بیان سر ما رو شیره بمالند بره پی کارش. نه، این خبر نیست. ما قرار نیست همش فریب بخوریم، ما باید یک بار این تجربیات بهره ببریم. دقت فرمودید؟ حالا ما در آستانه چنین تحول و رخداد بزرگ اجتماعی هستیم، خبری در راه هست، رستاخیزی در راه هست، آتش زیر خاکستری هست. این جانوران عواملشون ارو ارو شمسی کوره دست به کار شدن و میخوان دوباره این اتحاد در عمل جامعه رو، من با این دوزاری های گروه ها و مشروطه چی های دوزاری و نمیدونم این فرشگردی و تحکیم وحدتی ها و ارسالی های سعید شیطان و نمیدونم توله های بابا اکبر و توله های جورج سوروس، من با این با اینا که ما کاری نداریم، که ما صحبتمون میهن پرستان هستن. دقت فرمون چی دارم میگم. و اینها دست به کار شدن با پشتوانه رسانه‌ای که امروز دیروز رژیم اینتراشغال بود به قول بچه های توییتری هشتگ بایکوت اینترنشنال، تا دیروز این رسانه کثیف بود، امروز رسانه من و ملاست، تمام شد رفت. ببینید ولی هدف یکی، آدم ها تا دیروز مسیح علی نژاد و افشاری و شریعت مداری و نمیدونم این ارور و شمسی کوره ها بودن و در واقع تجزیه ایران رو تبلیغ میکردن با این آدم ها. امروز دیدن اینها دیگه پاسخ نمیده، نمیدونم یه موازی سازی با جریان پادشاهی کردن به اسم مشروطه، بازگشت مشروطه، این دوزاری ها که خب ما در برابر اینا ایستادیم و دستشون رو کردیم و واقعیت اینه که بسیاری از مردم هم متوجه شدن اینا چه شیادی هستن، چه شیادانی هستن. امروز اینها رو فرستادن چون دیگه این جریان های قبلی پاسخ نمیده و خواست مردم
در واقع روی اون بازگشت به هویتشون و ملیتشون هست، برای اینکه جریان پادشاهی رو به انحراف بکشونن، پادشاهی خان راستینو اومدن یک موازی سازی در جریان مشروطه کردن، و این ارور و شمسی کورای دوزاریشون هم در فضای مجازی میبینیم که چگونه در واقع جیغ میکشن و تلاش میکنن که این مهره های دوزاری و مثل کلاشی و قانیفر و نمیدونم کوفت و زهرمار، یه اموش آدم دریوری رو، اینها رو بیان به خورد مردم بدن، حقنه کنن. نه عزیز من، ما یک آلترناتیو بیشتر نداریم، تنها نگاهمون به شاهنشاه دادمر هست، تمام شد رفت، بقیه دیگه همه نخودی این داستان هستن، ما با بقیه کاری نداریم. اما یک سری از این بقیه ها هستن در جریان های مختلف که اینا میخوان بیان جریان مردمی رو پرت کنن، دوباره گسست به وجود بیارن. ما الان دقیقاً شاهد، یعنی دقیقاً در این برهه قرار داریم، یعنی اتفاقی که سال پیش افتاد شما به خاطر بیارین، تظاهراتی که در برلین و نمیدونم لس آنجلس و کانادا و فرانسه و یه سری کشورهای، یه سری شهرهای آلمان و کشورهای دیگه، اتریش و استرالیا و همه اینها برگزار شد که پشتش این جانوران تحول خواه بودن، همین اسی و مسی و بوزی و نازی و نمیدونم گوزی و این حرفا بودن، این امروز مثلا شده کلاشی و اصلا خنده داره، نمیدونم این ارورای شمسی کورای اینوری. خب و دقیقا ما با همون اون با یک درگیری دیگه الان چیز هستیم، یعنی اون موقع میگفتن پرچم شیر خورشید نیارین، امروز میگن خب حالا پرچم شیر خورشید اشکال نداره، ولی این پرچم خورشید نباید، پرچم شیر خورشید نباید تاج داشته باشه. ببینید چقدر پدر سوخته بازی ها رو شما نگاه بکن به اسم پادشاهی خواهی. جاوید شاه نگیم، میخوایم اتحاد برقرار بشه، من ریدم تون اتحادتون، نمیدونم چی، تصویر شاهنشاه دادمهر رو نیارید، اتحاد برقرار بشه. چپ ها هم بیان، چپ ها رو ما محاکمه میکنیم، میکشیمشون پای میز محاکمه. اصلا در کارنامه طیف چپ، در کارنامه طیف جمهوری خواه، ملی مذهبی، نهضت آزادی، نمیدونم کفت و زهرمار و درد و بیدرمون، در کارنامه اینا به جز خیانت هیچ چیزی وجود نداره. ما اینا رو میخواییم محاکمه کنیم، بعد بیایم اینشون با اینا اتحاد بکنیم. دیوانه اید شما ها، واقعا دیوانه اید، یه جامعه رو ابله فرض کردی. مشکل همینه گرامیان، دقت فرمودید. بنابراین ما اینجا نیستیم که دوباره بخوایم فریب بخوریم، جامعه اینجا نیستش که دوباره بخواد این ارور و شمسی کوروها رو بیاد گنده بکنه. نه عزیزم، اینطوری نیست. الان شاهنشاه دادمهر حکم یک خیزش ملی دادن، این پدر سوخته ها رفتن، چون همه کاراشون پنهانکاریه دیگه، یعنی همه چیزشون دروغه. این آدما جرأت و وجود و شهامت راستگویی رو ندارن، چون در ذاتشون راستی و درستی نیست، چون در ذاتشون سپندان نیک نیست، چون در ذاتشون پلشتی و اهریمنی و دیو صفتی هست و کارهاشون رو با دروغ پیش می، یعنی دروغ برای اینها در واقع امری سیاست پیشگانه، سیاست مدارانه، فریب و نیرنگ جامعه در نگاه این شیادان امری سیاست محور. دقت فرمودید، اینها بلد نیستن با مردم رو راست باشن، بلد نیستن راست و درست صحبت بکنن، به خاطر همینه میان فریب میدن. الان از این در واقع شور اجتماعی دارن سوء استفاده میکنن، رفتن این پدر سوخته‌ها یه سری مجوز گرفتن از فراخوان و محبوبیت شاهنشاه دادمهر، دارن سوء استفاده میکنن، بعد رفتن نشستن استیج ها رو یکی یکی گرفتن که اینا خیلی پدر سوختن، که از اون ور بیان روی این استیج ها هر غلطی که دوست داشتن بکنن، هر زری که دوست داشتن بزنن، مردم رو دوباره چند تیکه و هزار تیکه بکنن. دقت فرمودی که دوباره این جو
خاموش بشه و از بین بره. هدف اینها اینه، مگه شما نمیبینید در این سالها چه اتفاقاتی داره میفته؟ بعدش هم بیان بگن ما بودیم که انجام دادیم، اعتبارشو برای خودشون جمع کنن. اینها اینقدر بیوجدان و پست و کثیف هستن، باند کلاشیون و نمیدونم این دوزاری های مشروطه چی بگیر، بیا برو توی نمیدونم این نخ تسبیح رو از توی سوراخ همه این مهره ها رد بکن، بیا برو نمیدونم توی باند سروس و اعتمادی و حزب ایران نوین و کفت و زهر ما رو درد و بیدرمون و این حرف رو. نه این خبر رو نیست، مردم به اینا اجازه ندید وجدانم. ببینید الان یه سری تظاهرات در خارج کشور برگزار شده، اجازه ندید که اینها برن رو استیج هر غلطی که دوست داشتن. نه خبرو نیست، ما اجازه نخواهیم، مردم اجازه. آقا جان برید خواستتون رو فریاد بزنید. دیدم این کلاشیه یعنی این آدم اصلا قامت بی شرافتیه، حجت الله کلاشی، امیر حسین اعتمادی، اینا قامت بی شرافتیه، قامت دروغ و نیرنگ و پلشتی هن. یعنی شما میخوای این واژگان رو درک بکنی، عکس این بی پدر مادرها رو نشون بده تا درک این واژگان برای آدم ها راحت باشه. دقت فرمودی؟ حالا اینها اومدن برای خودشون اعتبار سازی بکنن، آی هارت و پورت های علکی، تمام اون جمعیتی که میخواد بره در این تظاهرات شرکت بکنه، همه پادشاهی خواه، همه در اون راستای بازگشت به هویت هستن، اصلا کسی دنبال این دوزاری بازی های مشروطه و نمیدونم دموکراسی و زرت و پرت های اینطوری نیستش که اینها مثلا دارن چیز میکنن جمهوری و فلان این حرفا. بعد اینها قرار بشن رهبران میدانی اون جمعیتی که دنبال هویتش هست، این شالاتان های ارسالی قرار بشن رهبرای میدانی اینها. ببینید چقدر شیادی داره، چجوری بر میخوره. بعد همین اینها میرن تو رسانه ها، رسانه ها اینا رو بولد میکنن، میگن آه نگاه کن اینها، این همه آدم اومدن زرت و پرتا اینا رو گوش کنن. نه آقا عزیز من، این جمعیتی که داره میاد اونجا، دوستان در جریان باشی، این جمعیتی که قرار 16 هم و به بعد و در ایران در خارج از ایران بیاد بیرون به فرمان شاهنشاه دادمهر هست، نه به این زرت و پرتای این آدم های زپرتی دوزاریه کلاشی و اعتمادی کفت و زهرماره. این یه مش آدم دوزاریه که اینا اصلا پلشتی، یعنی ناف اینها رو با پلشتی بریدم. دقت فرمودی؟ بنابراین حواستون باشه دوباره فریب نخوری. پرچم های شیر خورشید تاجدار، تصاویر شاهنشاه دادمهر رضا پهلوی میبایس میلیونی در این جمعیت ها باشه، در داخل ایران، در خارج از ایران. بچه های ارتش سری، کسایی که پرچم های شیر خورشید تاجدار تو این مدت دیدید، ویدیوهاشو دیدید دیگه درست کردن، اینها بعد تو خیزش ها بیاد بیرون. مفتم این پرچم ها رو از دست ندید. اینها شماها تک تکتون کاوه هستید، شماها تک تکتون آریو برزن هستید، شماها تک تکتون یوتاب هستید، آرتمیس هستید، و این پرچم های شیر خورشید هر کدوم از اینها نماد کهن 10,000 ساله ایران شهر هست. هر کدوم از این درفش ها همون درفش کاویانی هست که در نبرد ها در دست پهلوانان ایران برای پیروزی برافراشته بوده. این پرچم ها نباید از دست بره، این پرچم ها نباید از روی زمین بیفته. دقت فرمودی؟ بنابراین اجازه ندید به این ارعور و شمسی کورا و این مشروطه چی های دوزاری و نمیدونم این چپ گوشکوب حسن خان ها بیان مثلا با شیادی و شالاتانی اون عزم ملی شما، اون هدفی که شما دارید برای بازگشت به هویتتون، برای بازگشت به شاهنشاهی ایران شهر هست رو منحرف بکنن. این پدر سوخته ها هر کدوم تو هر شهری، برلین، سوئد، چه میدونم استرالیا، اتریش، هامبورگ، تورنتو، آمریکا، لس آنجلس، هرگاه دیدید باند کثیف و لجنه اعتمادی که همین تحکیم وحدتی ها و
این ارسالیه حجاریان و سروسی و اینها هستن، یا باند کثیف حجت الله کلاشی، این دوزاریای بازگشت به مشروطه که سپاه پاسداران و سروس و این حرفا پشتشون هستن، حجاریان و این حرفا پشتشون هستن، اینها رفتن رو استیج با فریاد جاوید شاه، با فریاد کینگ رضا پهلوی، اصلا اجازه ندید به اینا صحبت بکنن، بهشون نشون بدید که اینها هیچ جایگاه مردمی ندارن، تعارف رو باید بذاریم کنار. آقا من دیگه نمیخوایم از همون سوء استفاده بشه، ما باید بریم به چه کسی فریادمون رو بزنیم، دیگه اجازه نخواهیم داد که از ما مردم سوء استفاده بکنن، اجازه نخواهیم داد که از حضورمون، از خشم برجاوندمون بر ضد اهریمن یک مش عرو اورو شمسی کره بچه دیو پلش بخواد اینها سوء استفاده بکنن، نخیر دیگه این اجازه رو نخواهیم داد. بنابراین مردم حواستون جمع باشه، یک شعار، یک محوریت، یک راه. جاوید شاه پرچم شیر خورشید نشان تاجدار، کینگ رضا پهلوی برای بازگشت به شاهنشاهی ایران شهر، تموم شد رفت. ما هی ارو ارو شمسی کوره برامون درست میکنن، الان که دیدید دیگه دستبند سفید به دست میانن، پدر سوخته های بی پدر مادر. اگر شما دنبال یه رنگ هستید، شاهنشاه دادنر سالهاست رنگ فیروزه‌ای، نشان ملی و نشان شاهنشاهی ایران، سنگ زینتی که معدنش بهترینش در نیشابور قرار داره، این رو معرفی کردن. پدر سوخته ها اگر شما دنبال رنگ بازی هستید، چرا دستبندهای فیروزه‌ای به دستتون نمیبندید؟ دیدید دیگه حتما همتون چه اتفاقی داره میفته. اون یکی میای میگه نمیدونم کاغذ سفید ببریم بالا چی؟ کمپین کاغذ سفید. اون یکی میاد میگه کمپین سنگ کاغذ قیچی. بابا مسخرتون دارن میکنن، دست دارن میندازنتون این بیشرافت ها. فریب این بی پدر مادرها رو نخورید. مردم هم اینجا نیستن که همش فریب بخورن که. بنابراین دوستان، فریاد یعنی تظاهرات وقتی شما میایید یعنی چی؟ ما نیاز نداریم که یک کثافتی مثل حامد شیبانی راد بیاد برای ما زرت و پرت بکنه. چه زری میخواد بزنه؟ اینا صبح تا شب تو رسانه ها چه زری زدن؟ زراشون چه ارزشی داشته؟ چه دردی رو دوا کرده زرت و پرتای اینا از جامعه که قراره بیان الان این اسش ها هم برای خودشون مال خودشون بکنن؟ هر اون لقمه ها، بی پدر مادر ها، بی شرافت ها، بیان برامون اونجا بگن که آقا جان چه میدونم جمهوری هم خوبه، ما باید با جمهوری خواهم فرم. خفشید بابا، حجت الله کلاشی میخواد چه زری بزنه به جز تمام این زرایی که تا الان ازش شنیدی؟ بیاد بگید مشروطه نمیدونم گوگولی بگولیه، ما باید برگردیم به مشروطه؟ خفشید بی پدر مادرها، یا نهایتا سرش بره تو کون شاه اسماعیل صفوی. بابا زر نزنی. بنابراین خیلی حواستون باشه گرامیان، پیشنهادی که ما میدیم در همه جا پرچم های شیر خورشید تاج، پرچم شیر خورشید خالی هم دیگه فایده نداره، اون گذشت، اون مال سال پیش بود، اون مال سال پیش بود. پرچم های شیر خورشید تاجدار با تصاویر شاهنشاه دادمر در ابعاد متفاوت، شاهنشاه دادمر رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، ای شاه ایران برگرد به ایران، ما شاه میخواییم، نه مولا، لعنت به تو روح الله، ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم، رضا شاه روحت شاد، ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، ما باید برگردیم روی این محور ملی. محور ملی هم شاهنشاهیه، نه این ارور شمسی کورا. ما اجازه نخواهیم داد بلایی که مافیای جهانی سر افغانستان آورد از محبوبیت شاهنشاهی و ظاهرشاه سوء استفاده کرد،
یک مش کثافت متحجر جمهوری خواه اسلامیست خواه فدرالیست خواه رو به قدرت نشون. ما این اجازه رو نخواهیم داد که از محبوبیت شاهنشاه دادمر این عرور شمسی کورا سوء استفاده بکنن که بیان حجت الله کلاشی کثافت رو بکنن تو پاچه مردم، یا اون امیر دله دوزارین رو مثلا بکنن تو پاچه مردم، یا این آقا برید نگاه کنی اصلا خنده داره، یک سری آدمایی که اصلا معلوم نیست این از کدوم لپ لپ دوباره در اومدن سخنران این استشها شدن. ما اینجا آجیر خطر رو میششین، تمام این بی پدر مادرها هم شما ردشونه که میزنی، جریانشونه که باز میکنی، یا به سعید تجاریان وصل میشه، یا به بنگاه های جورج سوروس اوپن سوسایتی وصل میشه، یا به سپاه پاسداران. بی پدر مادرها مردم ببینید خیلی ساده است این معادله، حل این معادله بسیار ساده است. آیا میخوای دوباره فریب بخوری؟ آیا این همه تجربه ای که در این سالها در این خیزش ها شده براتون کافی نیست؟ آیا همش باید بشینید بگید ایشالله گربه است، حالا این شاید خوب باشه، اون شاید کاری بکنه؟ نه عزیز من، اینا نیومدن برای من و شما کاری بکنن، اینها اومدن که خواست ما رو منحرف بکنن، اینها اومدن که جلوی خواست واقعی مردم بایستن، اینها اومدن که اجازه ندن که خواست واقعی مردم به نتیجه برسه. میخواید دوباره تجربه کنید؟ میخواید دوباره خودتون بشین پیاده نظام جمهوری اشغالگر اسلامی که براش وقت بخرید، فرصت بخرید که بیشتر غارت کنه، بیشتر نابود کنه، بیشتر بکشه، بیشتر زندانی کنه، بیشتر شکنجه بکنه، بیشتر ایرانمون رو نابود کنه، بیشتر مردمان آریایی رو از بین ببره؟ میخواید پیاده نظام یه همچی جریانی بشید؟ برید این بی پدر مادرهای کثافت لجن چیز بکنید، پشتوانی کنید، برید واسید مثل بز سرتون رو بندازید پایین، هرچی هم اونا گفتن بعبع کنید و براشون کف و سود بزنید. اگر واقعا میخواید این ورق رو برگردونید، اگر واقعا میخواید سرنوشت خودت رو به دست بیاری، این کثافت ها چه از جانب این مشروطشی های دوزاری، چه از جانب اعتمادی و حزب ایران نوین و نمیدونم این تحکیم وحدتی ها رفتن روی استیج با فریاد جاوید، چه اصلا نذارید صحبت کنن، با فریاد کینگ رضا پهلوی اصلا اجازه صحبت به اینا ندین، به اینا بفهمونید که ارزشی در جامعه ندارن، به اینا بفهمونید که هیچ اصلا جایگاهی بین مردم ندارن، از هیچی هم نترسید، هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن. میخواد چیکارتون بکنن؟ میخواد چیکارتون بکنن؟ اینجا کشور آزادی، برای حرفتون رو بزنین، اجازه ندید بیان اینه سرتون شیره بمالن. راه حلش اینه، اگر میخواد این گرفتاری ها بیرون بیای، بچه های درون مرزم، بچه های میدانی هم، سازماندهی های محلی رو فراموش نکنی. رمز پیروزی تو سازماندهی های محلی خوابیده، پدر توخته اومده محل محور درست کردن، موازی سازی، استاد موازی سازی هنیم بی پدر مادرها. اینا چون ذاتشون دروغه، ابله به تمام معنا هستن، فقط کپی برداری میکنن، موازی سازی میکنن، اونم نه در جهت بهبود، نه در جهت پیشرفت، بلکه برای سد راه درست کردن برای نیرنگ و فریب جامعه. دقت فرمودی؟ بچه های در اون مرزم میایید بیرون، کوله پشتی با خودتون داشته باشید، توی این کوله پشتی ها دوا و دارو و دواگلی همون متادین و این حرفا، باند طبی و این حرفا داشته باشید، از این موچین هایی که میتونه ساچمه ها رو بیرون بکشه داشته باشید، بطری آب داشته باشید، چند تا ساندویچ داشته باشید، چند تا بطری کوچیک آب داشته باشید تو کوله پشتی هاتون. دقت کردی؟ از این سنجاقا داشته باشید توی کمربندتون، تو کمرتون، سر آستینتون که اگر دستبند خوردید بتونی دستبندا رو باز کنی. لوله های پلی اتیلن اندازه آرنجتون ببرید توی آستینتون داشته باشید که همچی بزنید اگر کسی به شما تعرض کرد چنان بر فرقش بزنید که مثل هویج بره تو زمین. دقت فرمودی؟ عینک های ساختمونی هستش، سکوریتی، نمیدونم، اپتیک، این حرفا،
عینک‌های صنعتی ساختمونی، از اینا داشت، شفاف هم هست، از اینا داشته باشید، ماسک بزنید که صورتتون مشخص نشه، کاسکت بذارید، این چیز تاق کاسکت هم میتونید بکشید پایین که دوربینا نتونن چهرهتون رو بگیرن. دقت فرمودید؟ دوربینا رو میخواین از کار بندازین، این بطریای چیز هستش، شامپو تخم مرغ قدیم بود، یه سری بطری بودش، حالا هر بطری میتونه باشه، این بطری ها رو توش بنزین بریزین، این بنزینا رو ببرید این برجک های در واقع دوربین مدار بسته ها، پایین هر کدوم این برجک ها یه سری قوطی های چیز داره که حالا این قوطی ها بسته است، ولی بنزین رو از لاش که بریزین، این بنزین میره تو، گاز تولید میکنه، یه کبریت که بزنید اون گاز، احتراق اون گاز آتیش تولید میکنه و تمام اون سیم ها آتیش میگیره. دوربینا رو میتونید اینطوری از کار بندازید. دوربینایی که جلوی مغازه هستن اسپری داشته باشی، اونها دیگه دست قدتون میرسه، بپرید بالا با اسپری یا دو نفر یکی بره رو کوله یکی، تمام اون دوربین ها رو لنزشو با اسپری بزنید، چون این نیروهای امنیتی میان زورکی این فیلم ها رو از این کاسبا میگیرن. دقت فرمودید؟ اینها کارهایی هستش که باید انجام بدیم، گروهی عمل کنیم، تک محوری عمل نکنیم، حواسمون باشه توی کوچه خلوت این دوزاری های اطلاعاتی که میان سر رشته شعارها رو به دست میگیرن یا سر رشته در واقع تظاهرات و تجمعات رو به دست میگیرن، فریب اینها رو نخورید، شناساییشون خیلی راحته، خارج از خواست پادشاهی هر کی حرف بزنه حواستون باشه، سر رشته شعارها رو بچهای میدانی باید به دست بگیرن، جاوید شاهی شاه ایران برگرد به ایران، کینگ رضا پهلوی، شما وقتی این شعارها رو سر بدین جمعیت پشت شما سر خواهند داد، شک نکنید. بنابراین از شعارهای انحرافی، مرگ بر خامنه ای، نمیدونم مرگ بر رژیم، یه اختلاس حل بشه، این چرت و پرتا بیایید بیرون. شعارهای اصلی محوریتش روی پادشاهی خواهی هست، روی میهن پرستی هست، چین رضا پهلوی، ای شاه ایران برگرد به ایران، رضا رضا پهلوی، ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، رضا شاه روحت شاد، پرچمای شیر و خورشید تاجدار، این وسایلی هم که بهتون گفتم تو کل پوشی تهیه کنید، با خودتون داشته باشید، بسیار حائز اهمیت هست. بچهای درون مرزی و میدانی هم کار خودشون رو میدونن، اینچنین عمل میکنن. خارج از ایران هم به هیچ عنوان اجازه ندید در باند کلاشی بی پدر مادر، در این نمیدونم حزب ایران دوزاری نوین، همه این دوزاری حجاریان و تحکیم وطنی، اصلا اجازه ندید استشهاد رو مال خودشون بکنن. رفتن بالا انقدر شعار بدید که اینا اصلا نتونن صحبت بکنن، اصلا صدا به صدا نرسه، بهشون بفهمونید که هیچ مقبولیت و قابلیتی مردمی این کثافت ها ندارن. بنابراین حواستون رو جمع کنین، قرار نیست ما دوباره هی فریب بخوریم، قرار نیست هی تجربه بکنیم، یک بار باید از این تجربه ها بهره ببریم و پیروزی ما یک بار برای همیشه باید باشه. محوریت مشخصه، همبستگی و همازوری مشخص هستش، اینها بقیه این اره او رو شمسی کورا اینجا هستن که اتفاقا نگذارن این مهم شکل بگیره. سپاس از مهرتون گرامیان، اون صحبتایی رو که میبایست انجام دادم، این ویدیو رو هم سپاسگزار میشم پخش کنید، حالا هر جا که میبینید در یوتیوب، در تلگرام، در توییتر بفرستید برای دوستانتون، اگر برای شما کارساز بوده میتونه برای دیگران هم کارساز باشه. به امید پیروزی حواسمون رو جمع کنیم که فریب نخوریم، ملتی پیروز خواهد شد که هوشمندانه عمل بکنه، مبارزه بکنه، نه از روی احساس و قربونت برم فدا بشم، اینا در مبارزه هیچ جایگاهی نداره، اینها فقط عامل فریب و بدبختی خواهند بود. سپاس از مهرتون، برای همتون آرزوی پیروزی و بهروزی میکنم. پاینده ایران و تا ابد جاوید شاه. ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم.